هتل عروسی امپریال که یکی از زیباترین هتل‌های شهر کابل هست، یک اتفاق خیلی مهم افتاده برای یک شخص خیلی مهم. حدس بزنید کی؟ فردی از افغانستان که پرچم ورزش افغانستان برد بالا و اسمش توی گینس ثبت شده به عنوان خفن‌ترین کریکت باز افغانستان. دقیقاً بچه ها، اون شخص کسی نیست جز راشد خان که امروز قرار بریم به عروسیش توی یکی از خفن‌ترین هتل‌های کابل در و جالبه بدونید که رئیس اون هتل تمام هزینه‌های عروسی راشد خان رو گردن گرفته. راشد خان خیلی‌ها بهش پیشنهاد داده بودن بابا بیا تو دبی، بیا فلانجا، بیا فلانجا، گفت نه، فقط وطن. و الان توی وطنه و با هم می‌خوایم بریم ببینیم این وطندار کیست. بچه‌ها نگفتن همینه که راشد خان، حالا جدا از این رکورد گینسی که گفتین، تو بخش توپ‌اندازی توی کرکت کار می‌کنه و همچنین قراردادایی که می‌بنده میلیون دلاری، حالا با تیمایی که حالا تو گجرات، هند و اینا بسته اینجوری بوده. و توی اتفاق تلخ هرات هم که در جریان هستید، یه کمک شایانی اومد که از باشه کمک خیلی بزرگی و این حالا قبلا هم ویدیو در موردش ساختیم، آخر ویدیو هم می‌ذاریم که متوجه بشید. حالا برای من چیزی که عجیب بود این بود که مثلا ما همزمان که حالا قراره بریم راشد خان رو ببینیم، عروسیش هم ببینیم، عجیب این بود که ما شنیده بودیم که آقا تالار عروسی و اینم بزن برقص و اینا تو افغانستان جمع شده بوده و این یه جوری برای منم عجیب بود که تو این چیز جدید بریم ببینیم که آیا این واقعیت داره. اگه هم واقعیت نداره چطوریه؟ ببینیم، یکی گفته بود تو کامنت ها میتونی توی عروسی ها بذاری، اشکالی نداره. قدیم آخه اینجور نبود، قدیم ها نبود، ولی جدیدم آخه من خیلی عروسی دیدم با هم دیگه، خیلی عروسی پنج تالار رو چیکار میکنم؟ موزیکش میگن فکر کنم باید کم باشه، یه سری قوانین خاصی داره که حالا شما توی کامنت ها میگید. فکر کنم فقط تو بخش زنا میتونم بذارم. نه نه میبینیم دیگه. آره میریم میبینیم بزن که بریم. بعد لینک اصلی ویدیو توی دیسکریپشن چنل دوست عزیزم ورزشی یک حتما برید حمایت کنید. واه واه، هتل داشته باشه جی. این هتل هتل کلاس تالار، این هتل سال تالار. واه واه بنزو اصلا بحبه. یه حالت مستند درست کردم برای عروسی، اینه حالت تالار دیگه. ببین نتیجه تلاشش الان داره میبینه. بعد این تالار عروسی هم که داخل کابل، بچه خیلی از ایران رفته بودن و در واقع تعجب کرده بودن که همچنین تالار خفنی مجهز کردن برای عروسی. خیلی آره. بزرگ. حالا بچه های افغانستان بگن، فکر کنم خودشون میگن هتل. آره تو ایران فکر کنم میگن تالار. به نظرم هتل خوشگل تر هم هست. آره این بیشتر بشه هتل میخوره. دود بازی امپریال کانتیننتال. آه اکسایه عروسی از بچه نمگرهاره پرچم تو بلا. احوه احوه، سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. چیزی که مردم سرانجام انتظارش میکشیدن اتفاق افتاد و مراسم ازدواج راشد خان آرمان، یکی از معروفترین ورزشکاران تاریخ افغانستان و دنیا، امشب در هتل زیبای امپریال که یکی از زیباترین سالونهای عروسی در شهر کابل است برگزار شد. حاجی جی کلاسه؟ برگزار شد جی کلاس. حاجی بنز جی کلاس آوردن. اونجا هم توییتر داشت اینجوری دنس میرفت داخل خیابون. بعد یه دونه ماشین دیگه اونم داره دریفت میزنه دورش. خیلی باحاله. روی فرش قرمز. شیشه به یاد ماندنی. جی بگم. در مراسم عروسی امشب راشد خان، برادر راشد خان نیز داماد شد تا در خانواده خان کرکت افغانستان امشب جشن و پایکوبی زیادی باشه. یعنی همزمان برادرش هم ازدواج کرد؟ فکر کنم مراسمشو بستن، فکر نکنم توی شب دو تا رو عروسی بکنم. حالا ببینم. هتل عروسی امپریال که یکی از زیباترین هتل‌های شهر کابل هست، میزبان این مراسم ازدواج باشکوه بود. گفتم اینشه که رئیس امپریال هیچ هزینه ای را از راشد خان بابت مراسم نگرفته و کاملاً به صورت رایگان این مراسم برگزار شده که خبر رسمی نیست، اما خب اگر این کارم کرده باشن کاملاً کار شایسته است و در حق راشد خان تمام مردم افغانستان لطف زیادی را دارن. حالا خبرهایی هم به نشر رسید که رئیس امپریال گفته هیچ هزینه ای را نمیگیره، اما خبرهای زیادی و حاشیه‌های زیادی هم داشت این عروسی که مردم قبل از برگزاری مراسم گفته بودند که تمام مردم دعوت هستند و حضور عموم مازاد است. کیک خوشمزه. حواسه کیک یا برای چی پاس زدی؟ خواستم کیک بعد میرفتی کابل دیگه، می‌خواستی کیک بخوری بعد میرفتی کابل. عروسیه
آره راشد خان. آره کیک مفتی اینجا نمیده. بعد یه دیگه هم کیک داره شینی فروشی. بعد ویدیو میتونی ببینی بگیر. ما فکر کنم یه دیگه هم کیک داره قنده ها. حتی ننگار قنده رو بکنم نزدیک هم اسمش هم شبیه همه. راشد خان هم فک و فامیلش هستن. یه اتوبوس هم کیک میدن هم شیرینی میدن. آها نه کیکش اناریه. کیک اناریه آره. اما این خبر کاملا دروغ بود و تنها افرادی که به صورت اختصاصی دعوت شده بودند تونستن که در عروسی حضور پیدا کنند. جالب اینجاست بفهمین که هر شخصی که در این عروسی دعوت شده بود توسط یک بارکد خاص میتونستن که داخل هتل شوند. خب این منطقی مردم عادی نباید ناراحت بشن. طرف یه خود یا بالاخره گنجایشی داره اونجا دیگه. آره اگه بخواد کل کابلو بگه که بعد 5 میلیون نفر بیان همه طرفدارش آره. خب بیشتر بعد فامیلاش بشه دیگه. ناراحت بشین بابا به این بنده خدا یه جاهای دیگه به مردم رسیده خیرش و 100% مثل رونالدو دیگه اومد دیدی تو هتل اومد چی شد آره. اصلا مردم ریختن دم دیوار میرفتن بالا برای اینکه رونالدو رو ببینن. اتوبوس اینا هیجان داشت. خب ببین یکم اگه تو جای رونالدو باشی یکم ناراحت میشی. نه اینکه چرا اینا اینجوری میکنه میخواد دارن که نمیتونی. آره واقعا دست خودت هم نیست نمیتونی خفه میشی منا میشه. آره دیگه نمیتونی مجبوری آره. ازشون دور باشی دقیقاً یه طور. و مردم عموم هم تلاش زیادی کردن که برن داخل و جنجال های زیادی رو بپا کردن که متاسفانه بی تأثیر بود و اجازه ورود نداشتن. اما براتون بگویم که هواداری هست و مردم دوست دارن که ستاره تیم ملی کشورشان از نزدیک ببینن و چه خوب باشه که در عروسیش حضور پیدا کنن. شوق مردم زیاد بود که متاسفانه نتونستن حضور پیدا کنن. تمام هم تیمیاش هم دعوت کردن. در مراسم ازدواج راشد خان چیزی حدود 3000 نفر دعوت شده بودند و حضور داشتن و گفتمشه که مقامات امنیتی بالا هم در عروسی حضور داشتند و مهمترین مهمانانی که حضور داشتن را میتونیم اشاره کنیم به ستاره های تیم ملی کرکت کشورمان که در کنار راشد خان در مراسم حضور داشتند که تصاویرشان به نشر رسید. و اما مهمترین خبری که در دسترس ما قرار گرفته گفته می شود که عروسی راشد خان بعد از کابل در کشور هندوستان هم نیز برگزار خواهد شد و بعد از هندوستان به دبی خواهد رفت و مراسم ازدواج خود در دبی هم برگزار. پس اینجوریه چند بار میخواد ازدواج کنه؟ هم اومد تو افغانستان، هم میخواد بره یه جا دیگه، هم میخواد بره دبی، تو هند هم میخواد بره. فکر کنم زنش هندیه درسته؟ تو اگه بودی مثلا بهزا هر جا که دعوت میکنن یه زنو میوردن در عروسی میکرد مثلا میشد 5 تا زن با هم دیگه. اگه این من اگه بودم فرار میکردم موقع عروسی. او خیلی همه وقت چی؟ هزینه نمیدی که آره. همش رایگانه. جنگل آمازون هم میرفتن. بومی های جنگل آمازون هستن که نیزه پرت میکنن مثلا تا هواپیما اونجا هم میرفتن. به رسمی نیست و اگر کدام خبری در دسترس ما قرار گرفت برای شما و نشر خواهیم رساند و پیشنهاد میکنم که ویدیو رو تا آخر ببینید و اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو رو لایک کنید. ببر اینجا چی کار میکنه؟ با هنده دیگه آجی تو هند توش تو خیابون ببره؟ ببر بنگال تو خیابون نیست، تو جنگل هشه خیابونه؟ مثلا ببر بنگال معروفه با موتور هم تو جدول خیابون رو مگه نمیبینی؟ نه نه خیلی فاصله داره اینه اون بالا. آه با دوربین دارم میبینم؟ نه حتی ببر اونجا هست نمیدونم فکر کنم وادیه اونجا ببر داره همین میبینی هندی ها قدیم ولی تولاره هاجی خودش حرف برای بزن جدا از حرف را داشت یعنی حرف را گفتن داشتنش خیلی هزینه میخواد که تو بخوای در واقع داخل این تالار عروسی بگیری. فکر کنم بالای 10 لک افغانی حداقل پول بخواد. بعد جدا از اونم تبریک میگیم این عروسی رو همه طرفدارهاش هم راشد خان خوشبخت مبارک ها باده باده مبارک ان شاء الله که مبارک ها باشه. آره دقیقاً واسه میگم چرخش برات بچرخه چون ماشین تو ذهنم بود. نه ماشین خوش میگم رانندگی کنه بقیه دارن واسه رانندگی میکنن. حالا شما اگه جزئیات بیشتری راجع به این عروسی و این داستانا دارید بچا تو کامنت بنویسید و حالا ما که بزن و برقص و چیزی داخل این ویدیو ندیدیم. آره اگه هم بوده 100% هست دیگه بابا. آره دیگه نمیشه که تو تالاراتو حالا اگه نباشه میری تو هند تلافیش هم در میاری. آره اینم هست میدونی. بعد تو دبی دیگه خیلی بیشتر تلافیش آره. در برج خلیفه برج خلیفه من تو اینجا پاشو پاشو بکن عکس منو بزن برج خلیفه عکس تو رو. آره حالا چرا اسمت گذاشتن خلیفه یا اینقدر از عکس دادن بزن برج خلیفه لینک کانالو من بزن برج خلیفه من یعنی که مثلا زن رونالدو شی چون عکسش یه بار دادم من نخواست برج خلیفه اونم بخاطر رونالدو باشه. ها زن آها فکر کردم بریم یکی زن جورجینا جای رونالدو بشی جورجینا رو داشته باشی. نه بابا جورجینا سر اون داره چیز میشه تو مثلا جورجینا سر فقط من یعنی رونالدو قندواری باشه. خب بچه دمه دیگه که تا اینجای ویدیو بودید و برید این ویدیو رو هم ببینید راجب راشد خان ساختیم اونجا میبینید تا ویدیو بعدی بدرود.